ببینید، اقتصاددانان معمولا عرض کردم پیش بینی نمی کنند. حتی فایننس هم عرض کردم در کتاب آقای اسمیتسون میگه مخصوصا قیمت ارز در بازارهای جهانی پیش بینی نکن. ما چرا این مقدار راحت تر در مورد قیمت دلار به ریال صحبت می کنیم؟ چون که این در اختیار سیاست گذاره، چون که نرخ بازاری نیست، چون نرخی نیست که در هر لحظه تغییر بکنه. دقت میفرمایید اینجا هست که شما این مقداری میتونید در واقع برای سناریوهای مختلف در واقع یک پیش بینی داشته باشید. اینکه قیمت دلار ممکنه به 25 تومان یا کمتر از 25 تومان برسه، به نظر من اون شوکی که قرار بود برجام وارد کنه به بازارها، اون شوکی که مرتفع شده، بارها بارها قرار بود به برجام برگردیم و بر نگشتیم. حالا برفرضاً برگردیم، شرایط زمان قطعنامه 598 اتفاق نخواهد افتاد. بنابراین اینکه چون همواره شما میتونید تصور کنید که در عرض به مدت یک هفته مثلا قیمت ارز بیاد مثلا زیر 10 تومان، اما پایدار نیست. دقت میفرمایید، من برداشتم این است که نه، خیلی بعیده زیر 25 تومان بیاد، خیلی بعیده. الان ممکنه به 26 تومان 27 تومان بالاخره آتیش میذارن به مالشون، بالاخره مال خودشون هم که نیست، مال مردمه. و مثلا یه دفعه ممکنه مثلا درآمد با این قیمت نفت، درآمد 50 میلیارد دلار 60 میلیارد دلار درآمد نفتی ما پیدا بکنیم اگر به برجام برگردیم. اگر بنا باشه اینها صرف زیر ساخت ها نشود، اگر صرف زیر ساخت ها بشه که مشخصه، ما باید یک فرودگاه بین المللی در سطح اول دنیا داشته باشیم که بشه هاب منطقه و رقیب فرودگاه استانبول و فرودگاه دبی و فرودگاه آل مکتوم و فرودگاه ابوظبی و دوحه و همه، رقیب همه خواهد شد. این فرودگاه اینطوری ساختن 30 40 میلیارد دلار هزینه داره. ما باید یک راه آهن سراسری بکشیم، راه آهن پرسرعت بکشیم، مثل اون چیزی که در چین هست، در ژاپن هست، در آلمان هست، در فرانسه هست. من برداشت من اینه که یه چیزی حدود 150 تا 200 میلیارد دلار هزینه داره. اگر اون سیاست در پیش گرفته میشد، من میتونستم با قاطعیت خدمت شما عرض کنم که فقط اگر ما از نظر زیرساخت‌ها کشور رو بسازیم، وضعیت معیشتی کشور بسیار بسیار بهتر از امروز خواهد بود، بسیار بهتر، حتی بسیار بهتر از همسایگان کشور خواهد بود. حتی برای ایرانی رقابت میکنه که ایران مثلا یک ایرانی به جای اینکه مثلا در دبی زندگی کنه مثل بنده، یا مثلا در امریکا زندگی کنه مثل وقتی که من در امریکا بودم، یا در اروپا یا در کانادا، حتی ممکنه که بصرفه که برگرده به کشور خودش. اما سیاستی که الان هست، 60 میلیارد دلار در اختیار ریاست بانک مرکزی قرار میگیره، طرف در واقع دارایی خارجی ترازنامه رو رشد میده، بعد اون این ارزو به بازار میریزه، بعد میتونه سالها ارز رو سرکوب کنه، بعد که کفگیر به ته دیگ خورد دوباره جهش کنه. اینا دیگه ببینید، اینا احتیاج به متخصص پولی نداره. دقیق میفهمید اصلا من چرا باید بیام در این موارد صحبت کنم؟ اینها اصلا احتیاج به تجربه در بازارهای جهانی نداره. این یه بازی بوده که همواره صورت گرفته و متاسفانه از جیب مردم خرج شده. بله، من برداشتم این است که اگر اجازه داده شود، که گویا اجازه داده شده است، که منابع نفتی در ارز حاصل از فروش ثروت به جای اینکه مجدداً در ثروت ملی سرمایه گذاری بشه، در بازار صرف در واقع پرداخت سوبسید به واردات و پرداخت سوبسید به فرار سرمایه بشه، همون شرایطی که در سال 94 و 95 بعد از برجام اتفاق افتاد دوباره مجدداً اتفاق میفته. سالها قیمت ارز ممکنه که تثبیت بشه و بعد مجدداً در واقع مجددا جامپ داشته باشه.